به نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان. خرسندم که بار دیگری خدمت شما میرسم و جلسه دوم از سلسله جلسات فلسفه دکارت رو در خدمت شما هستم. هفته پیش به سبب سفر من به شهر مونترال برای ایراد دو سخنرانی کلاس ما تعطیل شد و امروز قضای اون رو به جا می آوریم. جلسه اول بیشتر به شرح مقدمات گذشت و توضیح زندگی و زمینه و زمانه ای که دکارت در آن زندگی کرد. از 1596 که به دنیا آمد در فرانسه تا 1650 که در زمستان طاقت فرسای سوئد بر اثر بیماری ذات‌الریه از دنیا رفت. گفتم نوبت پیشین پس از ذکر مقدمات که کتاب دکارت نوشته کاتینگهام از اساتید فلسفه دانشگاه ریدینگ انگلستان موضوع و متن اصلی این دوره خواهد بود. دوره‌ای که پس از اتمام فلسفه هیوم و پیش از آن اسپینوزا و کیرکگارد، کانت، ویتگنشتاین از دیگر دوره‌هایی خواهد بود که در بنیاد سهروردی برگزار خواهد شد، تقریر آراء فیلسوفان بزرگ و دورانساز صده‌های اخیر. خب دکارت پدر فلسفه جدید هم نامیده شده است و برای خود من جالب بود که پس از انتشار فایل جلسه نخست این دوره افراد متعددی برای من نوشتند که ما بسیار علاقمندیم که دکارت رو با روایت شما بخوانیم و بدانیم، چون که فیلسوف مهم اوریجینالیست که به نوعی پدر فلسفه جدید غرب شناخته و شناسانده شده است. خب ظاهرا همینطوره، یعنی اگر ما نگاه بکنیم به عموم کتاب‌هایی که در تاریخ فلسفه غرب نوشته شده، رن دکارت رو فیلسوف مهم و دورانسازی نامیده‌اند که به توضیح که امروز خواهم گفت پرسش‌های معرفت شناختی بنیادینی رو درافکند و به همین خاطر هم شاید او رو پدر فلسفه جدید نامیده‌اند و یکی از آباء سنت فلسفی راسیونالیسم، یعنی سنت فلسفی عقلگرایی که افزون بر دکارت قهرمانانی چون اسپینوزا و لایبنیتس داشته است، در مقابل سنت امپریسیزم یا تجربه گرایی که با بیکن، لاک، بارکلی و هیوم در سنت انگلیسی شناخته می شود. خوشبختانه پیش از این دوره که ما فلسفه هیوم رو به بحث گذاشتیم به تفصیل به آراء امپریسیست ها هم پرداختم و توضیح دادم که آراء هیوم چیست و تا چه میزان متأثر از لاک و بارکلی و پیش از آنها بیکن و همزمان با دورانی که او زندگی میکرد اسحاق نیوتن، ساینتیست مشهور و یکی از نوابغ جامعه بشری بوده است، تا چه میزان متأثر از اینها بوده. خب من امروز بنا دارم که یکی از چپترهای کتاب فلسفه بزرگ نوشته برایان مگی که به قلم توانمند آقای عزت الله فولادوند به فارسی برگردانده شده بپردازم، چپتر دکارت اون رو توضیح بدهم. فکر میکنم پیش از ورود به کتاب کاتینگهام فتح باب خوبی باشه و دوستان بتوانند بیشتر با ایده ها و زمینه و زمانه ای که دکارت در آن زندگی میکرد و دغدغه های او آشنا بشوند. در باب آثار دکارت من نوبت پیشین عرض کردم، امروز هم تکمله ای از آن رو ذکر میکنم تا بعد وارد ایده هاش بشیم و امهات ایده های او که من یادداشت کرده ام و امیدوارم وقت ما اجازه بده امروز که به همه آنها برسیم. در باب آثار او سالها رو باز یادآوری میکنم تا مد نظر عزیزان قرار بگیره. یکی کتاب گفتار در روش، Discourse on the Method، که
1637 منتشر شده و دومی کتاب Meditations که از شهرت بیشتری برخورداره در 1642. 1650 هم که از دنیا رفت. دکارت هیچ وقت ازدواج نکرد، اما یک دختر نامشروعی داشت که در 5 سالگی فوت کرد و نوشتن که مرگ دختر به لحاظ روحی عاطفی به لحاظ روحی و عاطفی ضربه بسیاری به دکارت زد. در احوالش نوشتن که آدم خوشپوشی بوده است و با افسران ارتش و نظامیان نشست و برخاست میکرده و در این حال روزگاری که مشغول کار بوده البته انزوا پیشه میکرد و چندان با مردم معانست و معاشرتی نداشته است. خب بذارید من از مسائل دکارت یا ایده هایی که او به طرح اونها پرداخته در یک سطح کلان، چنان که در این گفتگوی خوب برایان مگی با برنارد ویلیامز که استاد فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا بوده، نمیدانم اکنون هم هست یا نه، نمیدانم، اما خب برنارد ویلیامز از فیلسوفان تحلیلی مشهور در حوزه فلسفه اخلاق هم آثار مهمی از او منتشر شده و در این حال دکارت پژوه هم هست و آثار خوب و مهمی در فلسفه دکارت هم منتشر کرده. برایان مگی هم یه فیلسوف عمومیه، یکی از کسانی که در آوردن فلسفه به فضای عمومی و در میان مردم کوچه و بازار و اهل فرهنگ خیلی نقش داشته. انصافا از این حیث کارش ستودنی است. پاره از آثار او به فارسی منتشر شده، همین کتاب فلاسفه بزرگ آشنایی با فلسفه غرب که گفتم ترجمه استاد فولادونده، پدید آورندگان فلسفه امروز هم بخش دیگری از گفتگوهای ایشان است. این برنامه ها در اصل برنامه های تلویزیونی بوده، ظاهرا بخشش رو هم شاید شما پاره از اونها رو را یوتیوب دیده باشید. به هر حال یه فیلسوف حوزه عمومی به این معنا. کتاب دیگر او سرگذشت فلسفه یا History of Philosophy که به قلم دیگر مترجم توانمند معاصر آقای حسن کامشار به فارسی برگردانده شده، انصافا اون هم اثر خوبیه. من اون رو به دقت خوندم، ترجمه خوبی هم داره. پاره دیگر از آثار برایان مگی هم در سالیان اخیر و دهه های یکی دو دهه اخیر هم منتشر شده، هم به زبان فارسی برگردانده شده. میدانید این هم یک ژانر کار فلسفی است. مگی خودش ایده های اوریجینال نداره، اما در تقریر آراء فلسفه و پابلیسایز کردن اونها که هنری است انصافا نقش بسیاری ایفا کرده و این کتاب های او تا جایی که من میدانم بسیار خوانده شده و برای فیلمثل خواننده فارسی زبان هم مؤثر بوده. خیلی کار خوبی. اون کتاب سرگذشت فلسفه او رو هم که بخوانید خیلی توضیحات خوبی داده در باب فیلسوفان مهم، نه فقط کسانی که کاروبارشون به نحو حرفه‌ای فلسفه نیست، مثل من کارشون شغلشون فلسفه نیست، بلکه دانشجویان دوره لیسانس فلسفه هم به نظرم میتونن خوب از کارهای برایان مگی استفاده کنن جهت اونس بیشتر گرفتن با فضای فلسفی. یک کار دیگه ای هم که احتمالاً دوستان خونده باشند در این ژانر، البته در یه سطح بیسیکتری کار شده و از توفیق جهانی برخوردار شده، کار دنیای صوفی یوستین گرودوه. اونم اثر خواندنی است، به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده و از اون منظر وارد دیالوگ شده با یک دختر بچه نوجوانی که علایق فلسفی داره و از همان طریق قصه فیلسوفان بزرگ زمانه اونها طرح میشه. خیلی خوندنیه، انصافا هنری به خرج داده یوستین گودرو. دو تا ترجمه ازش به زبان فارسی هست تا جایی که من دیدم، یکی باز به قلم آقای کامشاد که زودتر منتشر شد و اقبالی یافت،
و تا جایی که من میدانم اواخری که ایران بودم کتاب از زبان دانمارکی هم به فارسی ترجمه شده، چون نویسنده استاد فلسفه دانمارکیه. باری اون کتاب هم خوندنیه، اگر احیانا دوستان نخوانده ان عمیقا توصیه میکنم که کتاب رو در مطالعه بگیرن. انگلیسیش هم باید باشه، اینجاها در کتابخونه ها میتونید پیدا کنید و در مطالعه بگیرید اگر نخوانده اید. خب، یکی از مسائلی که در روزگاری که دکارت ظهور کرد در ابتدای قرن 17 در اون فضا موج میزد، قصه شکاکیت بود. از جریانهای مهم در جو فکری عصر دکارت که بر این مدعا تأکید میکرد که از کجا معلوم که ما می توانیم به نحو موجهی ادعا کنیم که نسبت به جهان پیرامون معرفت داریم؟ از کجا می توانیم ادعا بکنیم که یقین داریم به فعل مثل ایده هایی که باور داریم؟ ایده هایی که خیلی متعارفن، اینکه یک لیوان قهوه در برابر من وجود دارد، از این بگیرید تا اینکه اکنون من خواب نمی بینم بیدارم، تا اینکه جهان مستقلی از من وجود دارد، خدای مستقل از من وجود دارد و قصه الهازم. نوعی اسکپتیسیزم و شکاکیت در اون روزگار نقل محافل و نقل مجالس بود و دکارت پس از دوره اصلاح دینی سر برآورده بود. دوره اصلاح دینی که در مغرب زمین محقق گشته بود، در سنت فرانسوی که خب خیلی ها کاتولیک بودند، آثار و نتایجش رو به بار آورده بود. یکی از ایده هایی که دکارت بهش خیلی باور داشت و میشه گفت در جا انداختن آن موفق شد، این نقد اتوریتی بود. اینکه مرجعیتی اعم از مرجعیت دینی یا غیر دینی، مشخصا مرجعیت دینی و مذهبی، سخن آخر رو طرح میکنه. دکارت خیلی با این در پیچید و حتی در وادی علم، چون این رو هم عرض بکنم، اون موقع هنوز دیسیپلین ها از یکدیگر جدا نشده بودن. دکارت که نوبت پیشین هم گفتم در هندسه تحلیلی مؤثر بود، ابداعاتی داشت، این نمودارهایی که ما هممون در فیزیک و ریاضی و هندسه میکشیدیم یا میکشیم، من دیگه نمیکشم، دوستان عزیز اهل مهندسی با این امور سر و کار دارن، میدونید دیگه، همون کارتیجین که به این دستگاه گفته میشه، چون ابداع دکارت، کارتیجین صفت دکارت یا در زبان فارسی دکارتیه، مختصات دکارتی از ابداعات دکارت بود. دکارت در حوزه ریاضیات و هندسه تحلیلی کار کرده بود، در اپتیک همینطور، میخواست که یک بنایی برای علم جدید پیریزی بکنه. این رو نباید از سر اراگنسش فهمید، چنان که ویلیامز هم میگه، میگوید اقتضای زمان این چنین بود و در فضایی که شکاکیت موج میزد، دکارت در این اندیشه بود که یه بنیان سفت و سختی برای معرفت و علم پیش نهاد بکنه. خب، یکی از نکاتی که باز مد نظر دکارت بود در این عرصه این بود که در باب کتاب‌های قدما، اعم از کتاب‌های دینی که گفتم یا فعلا مثلا کتاب‌های ارسطو، قرار نیست که اینا سخنان آخر رو گفته باشن و ما به پژوهش‌های مستقلی احتیاج نداشته باشیم. از همین جا هم بود که میشه گفت که دکارت وارد آثار و نهایتاً طرح ایده‌های خود شد، نه اینکه در مقام صرفاً شارح ارسطو یا پاره دیگر از بزرگان تاریخ مغرب زمین برایت و آثاری منتشر بکنه. خب، حالا ببینیم دکارت در پی چی بود و بخوام اگر دقیقاً پروژه او رو توضیح بدیم چگونه باید اون رو تقریر بکنیم. ببینید، دکارت میخواست که ابتداءً با شکاکان هم داستان بشود، یعنی بگوید من هم مثل ایشان شروع میکنم به شک کردن در کثیری از امور، هر کاری رو که شکاکان میکنند من هم میکنم، اما بهترش یا عمیقترش، و امیدوارم این تحقیقی که میکنم
به جایی برسم که وقتی کارم تمام میشه یک امر مطلقاً بنیادین که به سختی سنگ در دست جا میشه رو بهش رسیده باشم. یعنی همه معتقدات رو، همه آنچه که بهش باور دارم رو فرو بریزم و بعد شروع کنم به یه فاوندیشنی وقتی رسیدم از اونجا بسازم دوباره بیام بالا. در یکی از مثال‌های مشهوری که از دکارت نقل شده، من نوبتی پیشین هم گفتم، مثل این میمونی که ما یک سبد پر از سیب داشته باشیم، بعضی از این سیبا معیوب و ملکوک باشن، لکه‌دار، و برخی سالم. سخن دکارت این بود که نه اینکه ابتداءً ما بکوشیم برای جدا کردن سیب‌های سالم که فرایندی بسیار زمان بره، بلکه همه سیب‌ها رو از سبد خالی می‌کنیم و بعد اون وقت سیب‌های سالم رو سر جاش بر می‌گرد. به این معنا او میگفت که من همه اعتقاداتم رو از ذهنم بیرون می‌کنم، هر چیزی که در اون کمترین شکی داشته باشم بیرون می‌کنم، میرم جلو تا به یک فاوندیشنی برسم، دوباره از نو می‌سازم، میرم بالا. و البته تأکید می‌کرد وقتی که دوباره شما از نو بسازید، دیگه ساختمان جدید لزوماً منطبق بر ساختمان قدیمی نیست. مثل میمونی که الان در این اتاق ما همه وسایل رو ببریم بیرون و از نو بخوایم اون رو دوباره بچینیم، لزوماً آنچه که دوباره چیده میشه مثل حالت قبل نیست. خب شروع کرد، در سه مرحله میشه گفت که دکارت این روش شکاکانه خود رو یا شک روشمند خود رو آغاز کرد، از اونجا آغاز کرد و بحث رو پیش برد. گفت که ابتداءً در باب شک، ابتداءً شک کرد در تجربه های روزانش، در صدق برخی از محسوساتی که اون رو تجربه کرده بود. مثلا فرض کنید، مثال خیلی ساده، این که چوب راست در آب خمیده به نظر میرسه یه تجربه حسیه. اینکه این تجربه حسی موجه باشه و حکایت از این میکنه که چوبی خمیده در آب وجود داره، این یکی از اون دست شکهایی بود که دکارت کرد و گفت ممکنه خیلی از اشیای دیگر هم این چنین به نظر بیاید. یا اگر کسی نارسایی در بیناییش داشته باشه، فیلمثل به تعبیر امروزی کوررنگی داشته باشه، ممکنه یک شیء قرمز رنگ رو آبی ببینه. پس کاملا ممکنه خطا در اینجا راه پیدا بکنه. در این تجربه ها و ادراکات متعارف تردید کرد دکارت و اونها رو کنار گذاشت، گفت در اونها رواست که من شک بکنم. یکی از ایده های دکارتی methodological doubt یا شک روشمند، در فارسی بهش براش شک دستوری هم گذاشتن، فکر میکنم شک روشمند بهتر و رساتر باشه. خب این مرتبه اول. بعد اومد جلوتر، مرتبه دوم یا ساحت دوم در باب اموری که اونها رو مورد شک قرار داد. اون از این قرار بود که آیا من در لحظه‌ای که دارم این سخنان رو میگم یا تردید میکنم یا شک میکنم، من بیدارم یا خوابم؟ چه استدلالی اقامه شده که من بیدارم؟ آیا او یا دکارت، آیا من براستی بیدارم و چیزی رو که الان حس میکنم دارم دربارش سخن میگم، یا نه ممکنه خواب بودم؟ کما اینکه میگه که من در گذشته کلی خواب دیدم و چیزهایی رو از راه حواس درک کردم که درست در عالم رویام اونها رو دیده بودم. مثلا من در خواب دیده بودم که کسی یا میز یا چیزی رو دیدم، اما وقتی که بیدار شدم تازه پی بردم که هیچ کدوم از اونها جز وهم و پندار نبوده. خب حالا الان چگونه من میتونم یقین داشته باشم که خواب نمیبینم؟ چه دلیلی اقامه شده؟ درسته که به نحو عرفی همه ما این رو پذیرفتیم. الان من این رو گفتم، عموم دوستان لبخندی بر لبانشون نقش بست. به لحاظ عرفی البته این درسته، میدونید، اما به لحاظ منطقی
سخن دکارت اینه که کی گفته الان ما خواب نمیبینیم اون موقعی که خوابیم بیدار نیستیم؟ چه دلیلی له این انقدر اقامه شده؟ سپهری کتابی داره در 8 کتاب تحت عنوان زندگی خوابها، کتاب شعر دومشه. یعنی میگه خود خوابها هم یه زندگی برای خودشون دارن. ما معمولا از زندگی در عالم بیداری سخن گفتیم، یا آنچه که ما بیداری می انگاریم. ما اکنون اینگونه می انگاریم که در بخش بیشتر شبانه روز بیداریم، الرتیم، هوشیاریم و بخشش رو خواب می بینیم. خواب به معنای این که دیگه زندگی غیر واقعی اونجا صورت می گیره. اما اگر شما استدلال دکارت رو جدی بگیرید یا تردید او رو که ما چه استدلالی داریم در این باب که اکنون خواب نمی بینیم، این خودش قابل تأمله. و شکاکان هم البته توسلی به این ایراد کرده بودن در گذشته. خب یک پاسخی به لحاظ دلالت شناختی به این سخن دکارت به لحاظ سمنتیک، بعدها کسانی ایرادی وارد کردن، پاسخی دادن، مثل مور، که من به اختصار این رو میگم تا بعد بریم به سر وقت مرحله سوم، چون به پاسخ دکارت هم میخواییم برسیم قاعدتا. اون پاسخ که جورج ادوارد مور و دیگران گفتند به درستی این بوده که در باب واژگان و مفاهیمی مثل خواب و بیداری که حدود و ثغور و مرزهایی دارند، وقتی این واژگان افاده معنا میکنند که خب از روی تخالفشون با امر متضاد شناخته شوند. یعنی چی؟ یعنی تا ما بیداری نداشته باشیم اصلا خواب مفهومی پیدا نمیکنه. من اگر تمام عمرم علل ادعا یا به مثابه یک آزمایش فرضی در خواب باشم و تلقی از بیداری نداشته باشم، اون وقت چگونه من بگم تا یه مدتی خواب بودم یا الان تردید کنم که خوابم؟ خواب وقتی است که اینا مفاهیم به اصطلاح متضایفن، باینری کانسپتن، که یک امر متضادی هم به اونها باشه، مثل زشتی و زیباییه. ما از روی زشتی زیبایی رو میفهمیم و میگوییم فی المثل نبود زشتی عبارت است از زیبایی، یا چاقی و لاغری. در باب خواب و بیداری هم این چنینه. یعنی دست کم ما بعضی از اوقات باید بیدار باشیم یا درکی از بیداری داشته باشیم تا از روی اون بتونیم خواب رو بفهمیم و توضیح بدهیم. ولی اگر تمام عمرمون ما خواب باشیم یا تمام عمرمون بیدار باشیم، درکی از مفهوم مقابلش نداریم و در زبان نمیتونیم اون رو استفاده بکنیم. کما اینکه پاره از مضامین مثل بعد چهارم که ما درکی ازش نداریم در تجربه های روزمره، در زبان هم از این مفاهیم استفاده نمی کنیم. یا اگر کسی سخنی در این باب بگوید که من فی المثل رفتم به فراسوی زمان و مکان و تجربه های داشتم، با دیده اعجاب به او می نگریم. توجه فرمودید؟ در باب خواب بودن و اینکه تمام عمر ما خواب باشیم، یا الان چه استدلالی اقامه شده که ما خواب نیستیم؟ ببینید علل اصول ممکنه من در خواب حرف بزنم، خواب ببینیم، همه ما خواب دیده ایم. برخی از اوقات در خواب فکر میکنیم بیداریم، برخی از اوقات هم در خواب فکر میکنیم خوابیم. همه اینا ممکنه. در خواب به خودمون میگیم نکنه من خوابم، بعد یکی میگه نه بیداری، بعد دوره بیدار میشی نه همه اینا خواب بوده. میدونید اینا تجربیاتی است که ما هممون داشته ایم. اما همین دیفرنس ها و دیمارکیشن هاست که سبب میشه ما یه تفاوت میان خواب و بیداری برقرار بکنیم. به هر حال دست کم یه کسی باید در برهه ای از عمرش از خواب بیدار شده باشه، به خواب رفته باشه و خواب دیده باشه تا بتونه اموری یا تصویر و تلقی در باب بیداری داشته باشه. خب اینم مرتبه دوم از سلسله مراتبی که دکارت شک روشمند خودش رو به نحو بنیادین پیش میبره. بعد میگوید که به بالاترین حد ممکن شک میخواد برسه. او در خیال مجسم میکنه که شاید یک روح خبیثی یا شیطان خبیثی که نیت فریفتن او رو داره در کاره
و اجازه نمیده او درست امور رو بفهمه. فرض کنیم که میگه چنین روحی وجود داشته باشه، آیا نمیشه او من رو گمراه بکنه و اجازه نده که من امور رو چنان که باید بفهمم؟ این یه جور فرض، البته تاوت اکسپریمنت به اصطلاح، فرض ذهنیه، آزمایش ذهنیه. اما از نظر دکارت تا من نتوانم فائق بیایم بر این تصور که یک کسی هست که رهزنی میکنه از من، یک شیطان خبیثه، یک روحی خبیثه که نمیذاره من با جهان ارتباط معرفتی درستی برقرار بکنم، اون وقت کمیت من لنگه. به تعبیر دیگه دکارت در پی پیدا کردن قضایایی تردید ناپذیر و محکم بود، قضایایی که فاوندیشن نظام معرفتی او رو می ساخت و مثل سنگ که از هر گونه امکان شکی به دور باشه، در برابر بالاترین تردیدها هم مقاومت بکنه. به نوعی میشه گفت که این از این قضایا میخواست استفاده بکنه به عنوان مقدمات استدلال، و در این حال میخواست که این دعاوی موجه که از هر سرندی رد شده و مولای درزش به اصطلاح نمیرود، کانتکست و زمینه‌ای باشه که اعتبار روش تحقیق او رو مشخص بکنه. خب این سه تا مرحله رو طرح میکنه دکارت. من میخوام برسم به نحوه پاسخی که او میدهد و این رو مایلم که از روی کتاب براتون بخونم پس از اینکه این سه مرحله رو طرح میکنه. پس یکی شکهایی که کرد در باب تجربه های روزمره ما. من چه دلیلی در دست دارم که الان یک لیوانی مستقل از من در برابر من وجود داره، یا اون چوبی که در آب شکسته می نماید و نشان داده می شود، یا فلانی که کوررنگی داره. و شما این رو مبسعاً در باب کثیر از تجربیات روزمره ما می توانید ببینید و صورت بندی کنید. بعد آمد به این که ما در عالم خواب و رؤیا چگونه می توانیم مرزی میان خواب دیدن و رؤیا بودن رو بکشیم و به نحو موجهی ترسیم کنیم، و بعد هم به قصه روح خبیث. حالا خواهم گفت امروز یا هفته بعد که بعد از این چگونه دکارت به اون دایکوتومی یا دوگانه انگاری، دوالیزم مشهور خود میرسه و برای اندیشه و معرفت ما یک توضیح غیر مادی میده و میگوید که ما سنویتی در عالم داریم. اما برای اینکه به اون سنویت برسه از همین جاها شروع میکنه تا به اون ایده مشهور کوگیتو یا سوبژکتیویزم خود برسد. سوبژکتیویزمی که از نظر او موجه کننده نظام معرفتی اوست، و چنان که خواهیم دید امیدوارم امروز برسیم به اون بحث که چگونه استدلال هایی میکنه برای مفروض گرفتن خدا از این طریق، و بعد از طریق خدا وجود جهان خارج رو میخواد اثبات بکنه یا موجه بینگاره. چون در اون تردیدی که گفتیم سنخ و شق اول، این ناظر به کل جهانه، نه اینکه فقط آیا یه لیوانی در برابر من هست یا نه، از کجا معلومه یه جهانی مستقل از من وجود داشته باشه؟ خب آیدیالیست هم همین رو میگفتن دیگه، یعنی میگفتن جهان تماما مایندیپندنته، وابسته به ذهنه. من از کجا بدانم وقتی من نیستم جهانی مستقل از من وجود داره؟ آنچه که گفته شده و سرنوشت بشر از خب گفته شده و در حافظه جمعی ما جای داره. اما استدلال فلسفی ناظر به این که جهانی مستقل از ما وجود داره امر علاحده است. خب اینا البته بیشتر امپریسیست ها میگفتن یا آیدیالیست ها امپریسیست، مثل بارکلی و دکارت، و قبل از اونها ببخشید مثل بارکلی و هیوم، و پیش از ایشان البته سوفسطایی های یونان یا کلن پاری از شکاکان این استدلال رو میکردن. دکارت هم میخواست پاسخ اونها رو بده و هم چنان که عرض کردم یک نظام فلسفی آهنینی پیافکنی بکنه. اینکه تا چه میزان موفق شد امر علاحده. استدلال هایی که راجع به وجود خدا میکنه چنان که خواهیم دید به نظرم خیلی گیر و گرفت داره، منتقدان هم خیلی بهش گفتن، اما در نهایت حالا ذکر خواهم کرد که اهمیت گفتمانی که او درانداخت در این باب و
پاره از پرسش ها رو که برکشید و برجسته کرد چه برکاتی داشته است. خب رسیدیم به این سه مرتبه از شکاکیتی که دکارت طرح کرد و با مته سوراخ کرده تمام این نظام معرفتی خودش رو که در ظرفی سنگین یعنی از جنس سنگ قرار گرفته بود. بذاریم این نقل قول رو کتاب رو از قول ویلیامز براتون بخونم. میگوید که شک سرانجام به نقطه واگرد میرسد. وقتی به انتها میرسد دکارت دور میزند و بر میگردد و در حین بازگشت شناخت را از نو بنا میکند. شک هنگامی متوقف میشود که دکارت میبیند مشغول فکر است و به قول خودش میگوید شیطان خبیث هر قدر هم مرا فریب بدهد در این مورد هرگز نمیتواند مرا بفریبد که وقتی فکر نمی کنم به من بباوراند که فکر می کنم. حتی اگر فکر باطل و دروغی هم داشته باشم خود آن هم باز فکر است. حتی برای اینکه فکر فریبندهی به خاطرم بگذرد باید باز فکری داشته باشم. پس به ناچار باید راست باشد که فکر می کنم. دکارت از این موضوع یک نتیجه دیگر هم گرفت یا دست کم بیدرنگ این موضوع را به حقیقت دیگری ربط داد و آن این که پس من وجود دارم. بنابراین اولین یقین بنیادی که برایش حاصل شد این بود که می اندیشم پس هستم، یا به زبان لاتین کوگیتو ارگو سام، کوگیتو ارگو سوم، که به این مناسبت اغلب اختصاراً به این استدلال کوگیتو می گوین. خب توجه می فرمایید که در واقع دکارت از اینجا آغاز میکنه که همه این امور اگر هم رو هوا باشن در این که کسی هست که در باب اینها داره میاندیشه، کسی هست که شک کرده به همه امور پیرامونی، حتی کسی هست که شیطان خبیث او رو داره میفریبه، در این که این فرد هست من دیگه نمیتونم تردید بکنم. در این من اندیشنده، و این من اندیشنده همون کوگیتوی دکارتیه و حاصلش این میشه که چون من می اندیشم پس من اندیشنده وجود داره یا من آگاهم. به تعبیر دیگه من آگاهی دارم که آگاهم یا من می دانم که باید باشم. اینا تماما مضامینی است که در مدیتیشنز و تأملات دکارت به بحث گذاشته شده. بعدم توجه داشته باشید او وقتی راجع به اندیشیدن سخن میگه فقط مرادش فکر مجرد نیست، abstract thinking نیست، حتی به تعبیر امروزی ها به فعل و انفعالات ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه هم توجه داره. حالا ناخودآگاه رو الان کنار بگذاریم، از جمله احساساتش در ضمیر خودآگاه، از جمله درد، اینا تماما در زمره اموری هن که فرد تجربه میکنه و قدم به قدم و با ظرافت بسیار حدود و ثغور و مرزهای کوگیته رو ترسیم میکنه در کتاب تأملات خودش. این که من تجربه های مختلف ذهنی دارم، این که من وجدانیات دارم، این که من محسوسات تجربه های حسی گوناگون دارم، همه اینها ذیل کوگیتو قرار میگیره از نظر دکارت. همه اینها ذیل من اندیشنده که در وجود چنین کسی که در حال اندیشیدن است نمی شود و نمی باید تردید کرد. خب بریم حالا سراغ جهان خارج. دکارت قبل از اینکه به اثبات جهان خارج برسه از اثبات خداوند آغاز میکنه، یعنی سعی میکنه توضیح بده ابتداءً که خدایی وجود داره با روایت خودش که خواهم گفت، و بعد از طریق وجود خداوند به وجود جهان مستقل از من اندیشنده هم برسه. دو تا استدلال اقامه کرده دکارت در باب وجود خدا، از فحوای کلامش میشه صورت بندی کرد، چنان که هم ویلیامز گفته و هم کاتینگهام در آثار خود آورده است. من اون دو تا استدلال رو تقریر می کنم، امیدوارم که امروز برسیم به بحث
مبسوط راجع به این دو استدلال و تتمه بحث رو فکر میکنم که هفته آتی باید پی بگیریم. این دو تا استدلال در کتاب تأملات آمده اند، یا میشه این چنین اونها رو از کلمات دکارت در تأملات برگرفت و صورتبندی کرد. یکی مربوط به قرون وسطاست، یه استدلال که از آن به برهان وجودی آنسلم تعبیر میشه، شاید شنیده باشید اون رو. و اون استدلال که دکارت هم البته ببخشید کانت هم در آثار خود اون رو نقد کرده بعدها، از اینجا آغاز میشه که شما فرض کنید که میتوانید موجودی بزرگ، موجودی رو که در ذهن بزرگتر از آن رو نمیتوان تصور کرد رو در ذهن تصور بکنید. این تصور در میان همه تصوراتی که ما داریم، مثلا من تصوری از درخت دارم، تصوری از آسمان دارم، تصوری از کره زمین دارم، هرچی که شما پیشتر بروید تصوراتی که بزرگتر و فراخترن، این تصور بی همتاست، یعنی تصور خدای بیکرانه که من در ذهن بپرورانم. خب در کنار همه تصوراتی که ما داریم، خب بعد گفته میشه که این تصور یا این موجود ذهنی به قول حضرات و فیلسوفان مسلمان اگر واقعا بی همتا باشه، اگر واقعا واجد همه اوصاف و کمالات باشه، یک موجودی که بیکرانه، بی همتاست، خب یکی از اوصاف موجود بی همتا یا بیکران این است که از موجود بیکران و بی همتا که فعلا وجود ذهنی داره به اصطلاح، یعنی در ذهن و ضمیر ما قرار گرفته و موتنش ذهنه، خب اگر قرار باشه این کمال داشته باشه و کمال یافته باشه، باید ما به ازا و تحقق و تعین هم در جهان پیرامون داشته باشه. این گونه نیست که فقط موتنش ذهن باشه، بلکه باید این وجود بیکران بی همتا که موتنش ذهنه ما به ازا و مدلولی در عالم خارج هم داشته باشه، چرا که یکی از کمالات عبارت است از تعین و تحقق و ما به ازای عینی داشتن. و به همین خاطر ما از وجود ذهنی خدا می آغازیم، وجودی که بزرگتر از آن متصور نیست، کاملتر از آن متصور نیست، و این وجود ذهنی باید ما به ازا و عرض می شود تحققی هم در عالم داشته باشه، چرا که در غیر این صورت کمال نداره، چرا که در غیر این صورت یکی از اوصاف این وجود بی همتا رو که تحقق و تعین باشه در جهان پیرامون رو فاقده. خب به این برهان وجودی آنسلم گفته می شود، یکی از فیلسوفان قرون وسطاست در عالم مسیحیت که استدلالی با این صورت بندی اقامه کرده. نمی دانم در میان فیلسوفان مسلمان هم چیزی تحت این عنوان دقیقا گفته شده باشه. پاره از نکاتی که مرحوم آقای طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم آورده در پاره از مباحث فلسفی خود به نوع دیگری قرابتی داره با این بحث تا جایی که من میدانم. اما به هر حال این استدلال موسوم به استدلال یا برهان وجودی آنسلم که به نظر میاد دکارت با این همدل بوده و از این استدلال در آثار خود بهره برده است. خب همطور که عرض کردم بعدها در قرن 18 هم دکارت و بعد به طرق دیگر فیلسوفان بعدی که از راه رسیدند به نقد این استدلال پرداختند و فکر میکنم امروزه چندان سخت نباشه صورت بندی و نقد این استدلال که من به اختصار این رو عرض میکنم تا بریم به سر وقت استدلال دوم. ببینید به نظر میاد کسی که این استدلال رو صورت بندی کرده مرتکب مغالطه
ریفیکیشن یا مغالطه اقنومسازی شده. مغالطه اقنومسازی از این قرار است که من پاره از امور رو طرح میکنم، حالا یا براشون وجود زبانی قائلم، یعنی فکر میکنم که در زبان محقق شده اند و من در زبان اونها رو به کار بستم، یا وجود ذهنی دارند، مثل این استدلال آنسلم که ذکر کردم، و فکر کنم چون وجود زبانی دارن یا چون وجود ذهنی دارن باید مابزای اینی هم داشته باشه. به این گفته میشه reification fallacy یا مغالطه اقنومسازی، یا از ذهن به عین پریدن و جامپ کردن. البته هستن پاره ای از هویت زبانی که ما به ازا در عالم خارجم دارن. مثلا من الان میگم لیوان، این یک لینگویستیک انتیتیه، یعنی یک هویت زبانی است، یک موجود زبانی میتونید بگید لیوان، خیار. اما خب این لیوان که در زبان ساخته میشه ما به ازا و مدلولی هم در عالم خارج داره. یا بگویم خیار، یا بگویم رودخانه، کثیری از هویت زبانی ما به ازای بیرونی دارن. اما همه قصه بر سر برقرار کردن رابطه این همانی و ضرورته که آیا هر موجود زبانی که من بر می سازم در زبان یا در ذهن من برساخته میشه، اینا ما به ازای عینی دارن؟ یکی از موارد مشهوری که در معرفت شناسی و در تفکر نقادانه جدید از این حیث دربارش سخن گفته میشه عالم مثال افلاطونه، که خب افلاطون اینو مفروض گرفته، درست. اما چرا ما نگیم این ریفای کرده، از این که من قائلم در زبان یا در ذهن خود که عالمی به نام عالم مثال وجود داره، از این نمیشه نتیجه گرفت که حتما این وجود داره. نه اینکه لزوما هم وجود نداره، این مفروض گرفتن زبانی یا ذهنی مدلول و مابعضای لزوما نداره، باید یه استدلال مستقلی اقامه بشه. در باب آنچه که دکارت میگوید به اقتفای آنسلم هم اشکالی نداره شما تصور بکنی در ذهنت که یک موجودی هست که بیکرانه است. حالا اینکه ما چه تصوری میتونیم داشته باشیم با همون محدودیت هایی که داریم، اما این واجد وصف وجود به معنای تحقق و تعین و مابعضای اینی داشتن هم بشود، نه هیچ ملازمتی برقرار نیست. من خیلی تصورات ذهنی میتونم داشته باشم که مابعضای اینی نداره. اینا تبیین روانشناختی داره به تعبیر امروزی ها، به تعبیر قدمای ما وجود ذهنی داره. مثلا من بگم دریایی از جیوه، مثالی بود که قدمای ما می زدن. خب دریای جیوه وجود ذهنی داره اما لزوماً مابعضای عینی که نداره. کثیری از این مثال ها می شه زد. مثلا فرض کنید یه سیمرغی که 50 بال داشته باشه، مثال می زنم. یا پرندهی که 788 پا داشته باشه، مثال می شه زد، یعنی تصور می شه کرد. اما اینکه اینا مابعضای عینی داشته باشن، بله محال نیست که تعین داشته باشن، محال نی، اما همه مسئله بر سر اون نسسیتیه و ضرورت و ملازمته که در اینجا برقرار نیست. در باب این برهان آنسلم هم به نظر میاد یه reification fallacy به توضیح که عرض کردم صورت گرفته و وجود ذهنی یا تصور ذهنی یک امر بیکران به معنایی که دکارت ازش سخن گفته یا پیش از آنسلم لزوماً ما به ازا و تعیونی نداره. بگذاریم از این که البته حالا این شاید در مقام نقد دکارت نباشه، این چه که الان عرض میکنم تا اینجا بود، چون مباحث پیش رفته نبوده در زمان دکارت، هم شاخه های مختلف علوم از یکدیگر تفکیک نشده بودن، به همین خاطر دکارت هم ابداعاتی در هندسه تحلیلی داره، هم فیلسوفه، چیزی که از قرن 17 18 هم خصوصا 18 19 هم این طرف دیگه کاملا دیسیپلین های مختلفی در این باب از یکدیگر جدا شدن. و بعد هم پیشرفت ها و صورت بندی های شسته رفته تری از چگونگی مواجهه با امر متعالی هنوز سر بر نیاورده بود. معلوم نیست خدایی که حتی مد نظر آنسلم یا دکارت در این تصویره خدای ادیان باشه لزوما. ما هم خدای ادیان داریم، یعنی می توانیم درباره سخن بگیم، تئیستیک گاد، هم خدای فلاسفه دئیستیک گاد. به نظر میاد
این خدایی که ازش سخن می رود علل ادعا در این مثال و در این استدلال، بیشتر خدای دیستیکه یا خدای پنتیستیکه. به هر حال تا جایی که من می دانم، نه در سخنان آنسلم نه در سخنان دکارت این تفکیک ها صورت نگرفته، و بعد که او استدلال دوم رو طرح می کنه که شباهتی هم داره با این استدلال، پای خدای مسیحیت رو می کشه وسط. می دونی؟ باز اینم یک جامپ به معنای عبور غیر مدللیه که صورت گرفته. شاید برخی از دوستان که می دانم دوره های قبلی هم بودن با ما و من در خدمتشون بودم، به خاطر داشته باشن که از خاطرات خود در ایام دبیرستان، هنگامی که تازه فلسفه اسلامی می‌خواندیم، اینجا ذکر کردم که برهان وجوب و امکان می‌خواندیم، برهان صدیقین می‌خواندیم، به روایت فیلسوفان مشا، به روایت ملا صدرا و دیگران، و فکر می‌کردیم که خب ابتهاجی پیدا کرده بودیم که هم میشه وجود خدا رو رشنالایز کرد، یعنی جستیفایدش کرد، و هم پاسخ منتقدان و منکران رو داد. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم آقای طباطبایی رو می‌خواندیم و پاره دیگر از آثاری که در این باب نگاشته شده. خب سالها طول کشید تا من فهمیدم، اون موقع اصلا این تفتون رو نداشتم، که به فرض اینکه برهان وجوب و امکان درست باشه، سوراخی نداشته باشه، اینکه ما تماما عالمی متشکل از ممکن الوجودات رو داریم، یعنی همه ما ممکن الوجودیم، میگه این ممکن الوجوده، یعنی وجودش وجود امکانیه، درسته؟ این لیوان یا من یا شما، فرزند ما، این درخت، اون رودخانه، اینا وجودشون وجود امکانیه، یعنی میشد نباشه، در برابر واجب الوجود که وجودش وجود وجوبیه به اصطلاح، یعنی وجودش مسابقه با وجوبه، یعنی حتما باید محقق میشد، و ممتنع الوجود هم که ضرورتا نباید محقق بشود. مثلا پاره از فرض کنید تناقض هایی که در یه امری محقق بشه، این که الان هم روز باشه هم شب باشه، این ممتنع الوجوده. توجه فرمودید؟ خب وقت بعد استدلال میکنه، این خب هم در آثار بوعلی هست هم دیگران، به این میگن برهان امکان و وجوب، یعنی همه ممکن الوجود ها معالا و نهایتا به یه واجب الوجود متصل میشوند یا متکی به او هستند. این میشه خدای واجب الوجود که در فلسفه اسلامی ازش سخن به میان آمده. حالا کاری ندارم به استدلال های این برها، استدلال هایی که اینجا اقامه میشه و سوراخ هایی که داره از نظر فیلسوفی مثل هیوم یا ویتکنشتاین و دیگران، الان کاری به اون ندارم. فرض کنیم که استدلال درست باشه و مقنع باشه به اصطلاح. نکته بعدی مهمتر اینه که این خدایی که از دل این استدلال اثبات میشه، یا به تعبیر من موجه میشه، من با تعبیر اثبات خیلی هم دلی ندارم، در عالم فلسفه ما اثبات نداریم، ریاضیات و منطقی حدودیش اثبات پذیره، بقیهش جستیفیکیشنه، چون کاملا ممکنه فردا این استدلال نقد بشه، اثبات نداره. باری فرض کنیم اون ادله‌ای که اقامه شده در برهان وجوب و امکان مقنع باشه، موجه باشه، خب قدم بعدی اینه که این خدایی که از دل این استدلال در میاد، که خدای ادیان نیه، این خدای فیلسوفانه، خیلی فاصله است میان خدای فلاسفه تا خدای فیلسوفا تا خدای ادیان. من اون موقع هیچ توجهی به این نکته نداشتم، خب هم به اقتضای سنمون و هم به جهت عدم تحصیلات رسمی فلسفی، که این خدا معالن خدای فیلسوفان مشاعه، و این خدا با تصویر ادیان از امر متعالی فاصله داره. نمیگم این کار اشکالی داره و چرا این کارو کردن فیلسوفان، دستشون هم درد نکنه، اونم در اون دوره از ادوار تمدن اسلامی که کثیری از این فیلسوفان در محاق بودن، برخیشون تکفیر شدن، اینا رو من خوب توجه دارم. بحث منطقی معرفت شناختی میخوام بکنم و برگردم به دکارت، که به فرض هم که این استدلالی که دکارت اینجا اقامه کرده اگر مقنع باشه، که نیست به نظر من، معالن کمک به خدای ادیان نمیکنه، به موجه کردن خدای ادیان نمیکنه. اما بعد در گام بعدی جامپ میکنه و دکارت از خدای مسیحیت سخن میگه دائما، چون اون وجود لایتناها که قرار است
متصف به همه اوصاف باشه، با خدای دئیستیک یا خدای پنتئیستیک یا همه خدا انگاری یا خدای وحدت وجودی قرابت بیشتری داره تا با اون تصویر ارتودکس از خدای ادیان و مشخصا اینجا خدای مسیحیت. توجه فرمودید؟ شبیه این رو عرض کردم در سنت اسلامی ما هم اتفاق افتاده، کاری که حکمای مسلمان با برهان وجوب و امکان کردن، یا فیلسوفان صدرایی ما با برهان صدیقین ملا صدرا. به هر حال این استدلال اول دکارت در باب امر متعالی. استدلال دومی که میکنه و به یه معنا قرابتی با این داره، مایلم این رو هم براتون بخوانم، از این قرار است. میگوید که دکارت یقین پیدا کرده که تصوری از خداوند دارد و این تصور، تصور امری نامتناهی است. این تصور فی حد ذاته تصوری بیش نیست، یعنی یه امری است که تصوریه، ایمجینریه. اما چون تصور یک امر نامتناهی است، محتاج تبیین خاصی است. دکارت میداند که موجودی متناهی است و ادعا میکند که محال است چنین تصوری، یعنی تصور یک موجود نامتناهی از مخلوقی متناهی مثل خودش پدید آمده باشد. تنها امکان این است که خدا خودش این تصور را در او نشانده باشد. عبارت فراموش نشدنی دکارت در بیان این معنا این است که خداوند این تصور را مثل نشانه‌ای که سازنده روی محصول کار خودش می‌گذارد در من گذاشته و به اصطلاح با نشانیدن تصور نامتناهی ذات باری در من امضای خودش را روی من نقش کرده. وقتی به فکر می‌رود که کوچکتر نمی‌تواند ایجاد کننده بزرگتر باشد، پی می‌برد که تنها به این علت دارای تصوری از خداست که خدایی وجود دارد که او را آفریده است. این عبارت دکارته؟ این نقل، این عین سخن ویلیامزه، یعنی او پارافریز کرده، صورت بندی و نقل به مضمون کرده استدلال دکارت رو. توجه فرمودید؟ میخواد دوباره براتون بخونم اگر فکر میکنید، یا بخشش رو بخونم، چون استدلال دومه. ببینید، میگه که دکارت تصور یک امر نامتناهی، خب تصورشه دیگه، یعنی در ذهن ما جای داره، مثل اینکه الان من تصور کنم برج‌های دوقلو رو، خب این در ذهنمه، اینجا که محقق نمیشه. تصور کنم آبشار نایاگارا رو، یه تصویری ذهنی یا منتال ایماج من از این به اصطلاح پیدا خواهم کرد. تصورات متعددی که ما داریم. حالا میگه دکارت گفته که ما فرض کنیم، تصور کنیم یه امر نامتناهی رو، خب بعد میگه من خودم که موجودی نامتناهیم، موجودی متناهیم، من دکارت، و محاله که چنین تصوری، یعنی تصوری یک موجود نامتناهی از مخلوق و موجودی متناهی مثل دکارت پدید آمده باشه. تنها امکان اینه که خدا خودش این تصور رو در ذهن من دکارت که موجود متناهی هستم نشانده باشه. و بعد ویلیامز میگه که عبارت فراموش نشدنی دکارت اینه که خداوند این تصور رو مثل نشانهی که سازنده روی محصول کار خودش گذاشته در من گذاشته، و گویی که این تصور نامتناهی ذات باری امضای خدا رو در من داره، برای اینکه نمیشه یک امر کوچکتر ایجاد کننده یک امر بزرگتر باشه، پس حتما باید خدایی باشه که این تصور رو در ذهن او کاشته باشه، به تعبیر من، یا جا گذاشته باشه. خب این عرض می شود که استدلال دکارت، و بعد از اینجا وجود خدا رو نتیجه می گیره و یقین به وجود خداوند او رو سوق میده به سمت یقین به وجود جهان خارج. و میشه گفت سخنان دکارت در این باب رو پس از این استدلال این چنین صورت بندی کرد که میدانم خدا وجود داره و قادر مطلقه و مرا آفریده، همچنین میدانم که خدا خیرخواه است، چون خدا مرا آفریده و خیرخواه است، نگران خیر اخلاقی منم هست
و هم نگران خیر عقلی و فکری من، و به همین خاطر باید سهم خودم رو ادا بکنم و تصوراتم رو به طور شایسته روشن کنم و اونها رو زیر و زبر کنم و نظام معرفتی منقحی درست بکنم. این چنین راه رو دکارت ادامه میده بعد از این توضیحاتی که میدهد و استدلالهایی که اقامه میکنه. خب استدلال اول رو که گفتم نسبنامه آنسلمی داره، بهش پرداختیم. در باب استدلال دوم فکر میکنم با توضیحاتی که ذکر کردم قصه کم و بیش اکنون دست کم برای ما روشن باشه. ببینید دکارت یه امری رو توجه نکرده بود، یعنی هم خودش توجه نکرده بود و هم به لحاظ فلسفی ما وقتی که نگاه میکنیم که به لحاظ زبان شناختی و لینگویستیک یا سمنتیک اگر قرار باشه بحث رو تقریر بکنیم، از رهزنی های زبان هیچ به دور نبوده و تفتونی به آن نداشته. این البته اختصاصی به دکارت هم نداره، ما بعدها در آثار کانت هم میبینیم که دست کم تفتونی به نقش و واسطگری زبان language در مباحث فلسفی نداشته. ببینید حالا اینو من ان شاءالله نوبت آتی خواهم گفت، همین استدلال موسوم به استدلال سوبژکتیویزم یا کوگیتو ارگوسوم که چگونه اگر ما قائل به زبان خصوصی نباشیم، بحثی که در قرن 20 صورت گرفته، صورتبندی این استدلال یا مسمى به استدلال دکارتی عوض میشه. اما حالا بذارید این رو بگم اکنون برای اینکه عرایزم روشن‌تر بشه در این باب. ببینید ما چون زبان خصوصی نداریم، نکته اینجاست که من هر تصوری که در ذهنم پیدا میکنم وقتی که به زبان میاد و درباره اون با یکدیگر صحبت میکنیم، از این حالت ملک تلق بودن به در می آید و کاملا همین واژه‌ای مثل امر متعالی، واژگانی مثل خدا، امر متعالی، supernatural level of the being، همه اینها اینا ترم‌هایی نیستن که معانی خصوصی داشته باشن، برای همه ما افاده معنا میکنن. و از اون مهمتر این که من وقتی که راجع به این واژگان سخن میگم و با همدیگه گفتگو میکنیم، معرفتی ساخته میشه، به نحو بین الاذهانی پیش میریم، همه مسئله اینجاست که اصلا تصویر ذهنی من این محلی از اعراب اینجا نداره. مهم معنایی است که شما از این میگیرید و این هیچ ربط و نسبتی با منتال ایماج، یعنی تصویر ذهنی من از اون قصه نداره. بذارید یه مثالی بزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. ببینید این الان مثال هاییست که فرگم زده. من ایزه بدید همین رو توضیح بدم و دیگه بحث امروزمون رو ختم بکنیم. ببینید الان من به شما میگم خیار، میگم مداد، میگم سیب قرمز. خب الان شما فارسی زبانید، من هم فارسی زبان، یا در زبان انگلیسی که همه ما با اون آشنا هستیم، من میگم اپل یا میگم اورنج. اینا معناداره، یعنی برای ما فارسی زبانان و انگلیسی زبانان و یا عرب زبانان و یا ژاپنی زبانان واژگان افاده معنا میکنن. اما من از شما سوال میکنم، برخلاف آنچه که ما ممکنه تصور بکنیم، مهمه که من چه تصویر ذهنی از این واژگان و کلمات دارم برای اینکه معنادار باشه عرایزم؟ من وقتی به شما میگم خیار، مگه شما نقبی میتوانید بزنید، تصویری دارید از تلقی ذهنی من از خیار؟ ندارید که. منم از تصویر ذهنی شما از خیار یا تربچه یا رودخانه درکی ندارم، نمیتونم داشته باشم. اون تصویر ذهنی شماست، در محفظه ذهنی شما قرار گرفته، من نقبی به اون نمیتونم بزنم. یکی از نکات مهمی که فرگ طرح کرد در قرن 19 هم این بود که معناداری کاری به تصاویر ذهنی نداره، یه امر ابجکتیو و بین الاذهانیه.
و تصویر ذهنی یه امر کاملا روانشناختی نهایتا و ما بر باب روانشناسی ادراک میتونیم از آنچه که در ذهن میگذرد سخن بگیم یا سراغ بگیریم، اما معانی واژگان، و من میخوام از این بر این بیافزایم، معرفتی که مبتنی بر این مفاهیم و معانی اونها شکل میگیری یه امر بین الاذهانی و اینترسابجکتیوه. خب اگر این درست باشه که هست، اون وقت نکته بعدی اینجاست که اصلا تصویر ذهنی من از امر نامتناهی که قرار نیست در همون حد بمانه، لابد به زبان می آید تا معرفت بخش باشه. وقتی که به زبان می آید در واژگانی از قبیل امر نامتناهی یا امر متعالی و امثال هم صورت بندی میشه و این دیگه اتفاقا یه امری است که در زبان رخ داده و ما با این سر و کار داریم و بعد خالق این واژگان هم ماییم. قرارم نیست کسی این رو در ذهن ما کاریده باشه چنان که دکارت میگه. یعنی به تعبیر دیگه بدون مفروض گرفتن این سخنان دکارت هم میشه توضیح داد که ما چگونه واژگان و مفاهیمی مثل امر نامتناهی، امر متعالی، خداوند رو به کار میگیریم و دربارش سخن میگیم، بدون اینکه مفروض بگیریم در رتبه سابق کسی این رو در ذهن ما کاشته، یا به قول دکارت مثل یک محصولی که سازنده نقش خودش رو روی آن گذاشته. بدون مفروض گرفتن این سخنان دکارت هم میشه توضیح داد که ما چگونه از اصطلاح امر نامتناهی در زبان خود و گفتار خود استفاده میکنیم، و به همین خاطر اون مفروض دکارت ریداندنت یعنی زائده. به اقتضای قاعده اوکام، ما اگر برای تبیین پدیده ای بدون مفروض گرفتن پاره ای از امور اون رو بتونیم تبیین بکنیم، این موجه تره چون معونه کمتری داره. ممکنه علل اصول کسی بخواد به امور دکارتی نگاه کنه، یعنی در باب این که من چگونه تصوری از امر نامتناهی در ذهنم شکل گرفته، اما من میخوام بگم وقتی میشه در یک سطح دیگری بدون مفروضات دکارتی امون رو توضیح داد که امروز خیلی شسته رفته میشه این کارو کرد. اگر این باشه دیگه ما لازم نیست تم بدیم به مفروضات دکارتی، یا به قول او فرض بکنیم که خدای این رو در ذهن ما کاریده است. توجه فرمودید؟ خب هم دکارت و فیلسوفان زمان دکارت به نقش و اهمیت زبان توجهی نداشتن، هم به این که معنای امری ابجکتیو و بین الاذهانیه و این ارتباط وثیق میان اندیشه و زبان و این که معالن و نهایتاً تصورات ذهنی به اون معنا که او فکر میکرد این چنین واسطگری و رهگشایی نمیکنه و امر روانشناختی رو نباید با امر فلسفی خلط و ترکیب کرد. آمیزه ای از اینها وقتی که مد نظر قرار میگیره، فکر میکنم به تعبیر من این استدلال دکارت سوراخ میشه و ما هیچ دلیلی نداریم که مفروضات او رو موجه بیانگاریم. مضافم بر این که اون نکتهی که دقایقی پیشتر گفتم، به فرض هم که این استدلال دکارت مقنع باشه که به نظرم نیست، نمیشه از دل این خدای مسیحیت رو استنتاج کرد. این یه خدایی است که نامتناهیه. نامتناهیه یعنی با خدای پنتئیستیک و وحدت وجودی قرابت و تلاعم بیشتری داره. اما بلافاصله دکارت آمده و میگه این قادر مطلق عرض می‌شود، خیرخواه، یعنی اوصافی که برای خدا در ادیان ابراهیمی تقریر شده است. و به این معنا تازه اگر استدلال او رو هم مقنع بگیریم، استفاده‌ای که ازش کرده فکر می‌کنم موجه نباشه. خب من یه نکته دیگر هم راجع به خداشناسی دکارت بگم و فکر میکنم دیگه بحث امروزمون رو ختم میکنیم. احیانا اگر پرسشی ملاحظه دوستان داشته باشند میشنویم و انشاءالله تتمه بحث رو هفته آتی پی میگیریم. اون نکته هم یک نکته عملیاتیه، یعنی سبقه معرفتی نداره. برایان مگی در این گفتگو میگه، من جاهای دیگر هم خوانده ام، که آیا دکارت درباره خدا که سخن میگفت، که به حال به نظر میاد خیلی سوراخه و ویلیامز هم میگه که شاید ضعیف‌ترین بخش فلسفه او باشه، واقعا اعتقاد داشت به اینا، یا برای اینکه کارش پیش بره
با توجه به زمانه‌ای که توش زندگی می‌کرد از این استدلال‌ها بهره می‌برد. مگی میگه شاید چنان که عده‌ای گفتن از شارحان او که باوری به اینها نداشت، اما خب هم سرنوشت گالیله رو دیده بود و هم روحیه محافظه کاری داشت چنان که نوبت پیشین گفتم، و شاید چاره‌ای نداشت جز این که خدا رو اینگونه در نظام فلسفی خود وارد بکنه. انتقاد منتقدان این است که او در ایمانش به خداوند صداقت نداشت و شواهدی از آثارش آوردند. ویلیامز میگه که نه، من چنین درکی ندارم. دست کم این که در دل او چه میگذشته است رو که خب ما هیچ وقت بهش نمیرسیم و نخواهیم رسید. در این حال میشه گفت که پاره آثار و نتایج بر اعتقاد او به خداوند مترتب یا سوراخ‌هایی در استدلال‌های او وجود داره که شاید واقعا بر خود او هم مکشوف نبوده. نه اینکه استفاده ابزاری می‌خواسته از این باب بکنه. میگه دست کم من این رو بهش نرسیدم، اما یه چیزی هست چنان که در ابتدای عرایزم آوردم. بله، با اتوریتی‌های دینی می‌خواست در بپیچه، به نحو ماید البته. می‌خواست بگه که غیر از اهالی و اصحاب کلیسا هم درباره خدا میتونن سخن بگن، تأمل بکنن. اما چون کانسرواتیسم مذهبی خیلی پررنگ بود، به هر حال هم حرفشون میزد هم نمیزد. به کلیسا بی اعتقاد بود دکارت، اینو میگه ویلیامز، تا اینکه ما بدانیم به خدا لزوما بی اعتقاد بوده. و نباید عدم اعتقاد به کلیسا رو با عدم اعتقاد به خدا یکی گرفت. میگه این رو میشه گفت در باب دکارت، اما اینکه واقعا تصویری که از خدا اقامه میکرد، به رغم اینکه ما ممکن اون رو موجه ندانیم و سوراخ‌هایی فکر کنیم که داره که به نظر من هم داره استدلال‌های دکارت، اما اینکه او واقعا اعتقادی نداشت رو نمیدانیم. فکر میکنم این پاسخ منصفانه‌ایه و میشه فهمید که در چه زمانه‌ای هم عرض میشود او زندگی میکرد. و به هر حال این سخن حافظ رو که می گفت جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است رو دکارت شنیده بود به اصطلاح، و سرنوشت گالیله پیش چشمش بود چنان که اشاره کردم، و می خواست حرفاش رو هم بزنه. روحیه هایی مثل ولتر یا اسپینوزا که پس از او در همین هلند سر برآورد در همین ایام و به نوعی تلویحا و تصریحا معاد رو زیر سوال برد و بعد تکفیر هم شد، از این روحیه ها نداشت و بنای چنین کارهایی نداشت. فکر میکنم این داوری منصفانه ای باشه که او به authority، یعنی به religious authority و کلیسا اعتقادی نداشت، نه به خدا لزومن. و بعد البته این که همطور که در عرایزم آمد، یک ترکیبی میان علم و فلسفه آن روزگار وجود داشت و دکارت هم در همین فضا گام برمی داشت و در پی بنا افکندن یک نظامی صلب و سخت بود به دور از تردید و امر غیر یقینی. خب من تا همینجا اگر اجازه بدید بحث رو نگه دارم. مشتاقم که از نکته سنجی های دوستان اگر چیزی هست استفاده بکنم. پرسشی ملاحظه‌ای هست، انشاءالله بحث از دوالیزم دکارتی یا ثنویت دکارتی و رابطه نفس و بدن به روایت او و سوبژکتیویزم دکارتی که از دل آن در می آید رو به نوبت آتی می سپارم، تا بعد از آن به نحو جزئی تر به دیگر مؤلفه های نظام فلسفی دکارت بپردازیم. یادمون باشه در این حال، این رو هم در انتها عرض بکنم، که یکی از برکات کارهای دکارت این بود که می خواست این مباحث علمی و مسمى به فلسفی رو از تنگنای قیود و مداخلات کلامی آزاد بکنه. میخواست بگه که به هر حال افزون بر متکلمان که در این عرصه ها فعالیت میکنند، کسی مثل دکارت هم در اینجا جایی داره. البته خدا رو نگه میداشت با یه روایتی و بعد در این حال کارهای دیگر خودش رو هم توضیح میداد و پیش میبرد. خب حالا اگر نکته‌ای دوستان
دارند من میشنوم تا پس از اون بحث امروز رو ختم بکنیم. قصه تحولات تاریخی این فیگرها رو که ما میبینیم واقعا یه جاهای احساس همزاد پنداری به معنای زمینه و زمانه است که ما در آن به سر میبریم فکر میکنم پیدا میکنیم و مشکلاتی که خب ما در خصوصا داخل کشور باهاش همچنان دست به گریبانیم در این عرصه ها خوب رخ می نمایاند. چیزی که البته این سوی دنیا چند سباهی است که روزگارش سپری شده و از این حیث این بحث و فحث ها جنبه تاریخی و معرفتی صرف داره. خب مشتاقم که از نکته های دوستان هم در انتها استفاده کنم اگر چیزی هست. بفرمایید. مرسی آقای دوستان. من دو تا سوال کوچیک داشتم. یکی در مورد این که آیا میشه از کریتیک استدلال اول برای رد استدلال دوم استفاده کرد؟ یعنی شما داشتین بحث سمانتیک رد کردن استدلال دوم استفاده میکردین، ولی تو رد استدلال دوم همین بحث ریدیکیشن فلسی که اشاره کردین، یعنی مغالطه، حالا من نمیدونم فارسیش به چی ترجمه میشه، از این لحاظ که واژه یعنی اون نامتونایی یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که چجوری تصور در ذهن میشه و در زبان ما چجوری ازش استفاده میکنیم، همون نقد یعنی میشه که چون تو نقد اول اینه که شما میه یه چیزی رو که در ذهن وجود داره و خیلی مثلا بزرگ هست و میخواد بیاد در جهان خارج پیدا بکنید، الان به نظر من میشه همین نقدی که رو این هست رو ببریم رو استدلال دوم، بگیم که از ابتدا محفوظ اشتباهه. یعنی نامتنا یعنی چی؟ وقتی دکارت داره میگه ما تناهی هستیم، ما فاینایت هستیم، در صورتی که یک کسی هست به نام خداوند که اون نامتناهی، چجوری از اینجا یه چجوری پروجکت میکنه از فاینایت به اینفینیت؟ یعنی اصلا ما احتیاج به چیز لینگویستیک نداریم اینجا. آیا میشه از این کریتیک استفاده کرد؟ یعنی همون ریفیکیشن میشه در اصل، احتیاج به مسائلم یعنی اینه. و سوال دوم اینه که یعنی البته نمیدونم چقدر با این بحث بخونه، وقتی میگه من فکر میکنم پس من هستم، باید فرض بگیره که من هستم تو بتونی من فکر بکنه. نمیشه که شما چجوری میتونی بگی من هست من فکر میکنم بدون اینکه پیش فرض بگیری که من هستم؟ پس اینجا باز این مغالطه چیزی نیست، مغالطه اینکه شما بچه فرضی داری میگه من فکر میکنم. حتی تو شما گفتین اینجا که میگه که من فکر نمیکنم ولی فکر میکنم که فکر نمیکنم، ولی پیش فرضش اینه که من هستم که دارم این چیزای کاگنیتیو رو انجام میدم. آیا باز اینجا یه حالتی خودش اشتباه یعنی نمیگه معرفتی، ولی اشتباه اینه که اینجا میگن مثلا چیکن فکر کردن مسبوق بر میدم. ببینید ممنون راجع به هر دو تا سوالتون. از همون اولی شروع بکنم. میشه گفت یعنی حالا مبتنی بر همون مغالطه اقنومسازی، آخه در مغالطه اقنومسازی در اینجا من میفهمم که میدونید داشتم الان این فکر رو میکنم. ببینید دکارت نمیگه که در دومی که این تصور امر نامتناهی هست پس باید وجود داشته باشه. میدونید اون میشه اقنومسازی، همون اولیه که گفتم باید صفت کمال رو هم داشته باشه. این میگه معلوم میشه یه کسی در ذهن من اینو کاشته، همون فطری میدونید، حالا به قول شما فطری یا یه کسی که حالا خداست که صانعه هرچی، معلوم میشه که این رو در ذهن من کاشته، چون من فاینایتم به تعبیر شما، من متناهیم، این تصور نامتناهیه. در اولی سخن بر سر اینه که من چون به امر متناهی، من که موجود متناهی هستم به امر نامتناهی فکر میکنم و تصور امر نامتناهی یا وجود ذهنی امر نامتناهی به توضیح که عرض کردم و دارم، خب این نمیشه صفت کمال رو هم نداشته باشه اگر قرار موجود باشه، پس باید تعین و تقرر در عالم خارج داشته باشه و به نوعی جامپ میکنه از ذهن به این. دومی نمیگم بی نسبت با بحث ریفیکیشن، اما مستقلن هم میشه بهش پرداخت، چون او میگه این تصور نامتناهی که در ذهن من کاریده شده یه صانعی میخواد که خودش هم نامتناهی باشه که این رو کاشته باشه. منی که کوچیکم نمیتونم راجع به بزرگی فکر کنم،
میفهمم نکته شما رو، اما مستقلن هم میشه بهش پرداخت و این رو ریفای شده لزومن نینگاش. اما به هر حال افزون بر اون چه که من گفتم، بله، یعنی خود این امر نامتناهی، این نکته هم میشه گفت از ذهن دکارت مقفول بوده که خب به هر حال اگر قراره که نامتناهی باشه که مرز و کران نباید داشته باشه و من هر چی که در ذهنم فکر بکنم اگر بخواد یه مفهوم باشه، حدود و سغور داشته باشه، نهایتا متناهیه. مگر این کم تو که عرفا گفتن این ساجستی وی، به نحو اشاری بهش بپردازی، نه اینکه یه مفهوم بسازی. اتفاقا قصه بی صورت و بی رنگی که در آثار عرفای مسلمان و عرفای مسیحی آمده ناظر به همین امره. اون یه تصویر باز موجه‌تریه، یعنی نه استدلال فلسفی نیست، ولی میشه فهمید که اونا از چی دارن صحبت میکنن وقتی تجربه های خودشون رو از امر بیکران صورت بندی میکنن. توجه فرمودی؟ چون اینجا دکارت فیلسوفه، من میخوام بگم این استدلال نیست. شما از مولوی بپرسی یا از اکارت بپرسی یا از سپهری بپرسی، اینا یه تجربه هایی داشتن و برای فهم اون تجربه ها میشه فهمید که متعلق تجربه به نزد ایشون بیرنگ، بیتعین، بی صورته در مقام فهم تجربه های باطنی و وجودی آنها. اما اگر قرار باشه استدلالی اقامه کنی چنان که دکارت میخواد اقامه کنه، بله، اون تصور هر چقدر هم که بزرگ باشه باز مخلوق ذهن شماست و هیچ دلیلی نداره اصلا یک موجود دیگری اون رو خلق کرده باشه، یعنی از شما برخواسته و سر برآورده. توجه فرمودید؟ بدین معنا، یعنی به تعبیری دیگه، خیلی پرسش خوبی بود که افزون بر اون صورت بندی لینگویستیک و زبانی و دلالت شناختی که من گفتم، میشه گفت بگیم که صورت بندی عرض میشود که ذهنی و ناظر به ساز و کار شکل گیری مفاهیم و درکی که ما از مفاهیمی مثل متناهی و نامتناهی داریم، اونم اینجا ریزش کرده. توجه فرمودید؟ به این معنا اینم یک اشکال دیگه است که دلیلی نداره ما چنین موجودی رو مفروض بگیریم. آنچه که من گفتم هم حالا به نوعی ناظر به همین میشه، یا نتیجه نهاییش همینی که بدون مفروض گرفتن چنین موجودی هم میشه توضیح داد که چرا این مفاهیم در ذهن آدمیان شکل میگیره. بگذنیم از این که این نهایتا مفهومی از امر نامتناهیه و نهایتا متناهی میشه، ولی هیچ دلیلی نیست که ما یه موجودی دیگری رو مفروض بگیریم برای توضیح چگونگی پیدایی این مفهوم. بله، ممنون. دومی چی بود؟ بذارید اونو هفته بعد بهش میپردازیم، چون یه نکته دیگه هم آخه داره دکارت. ببینید، چون بدن رو از ذهن جدا کرده، اون اتفاقا استدلالش اینه که میشه تصور کرد که بدنی در میان نباشه اما من اندیشندهی باشه. حالا من در باب ادعاهای دکارت دارم میگم، و چون مجرد من اندیشنده، آگاهی مجرده، از جنس بادی نیست، از جنس امتداد که مؤلفه اصلی جهان پیرامونی به نزد دکارت نیست، و میخواد بگه اس و اساس من اندیشنده همین آگاهی و کانشسنسه که وجود غیر مادی و غیر تجربی داره و از اینجاست که من بودن خود رو میفهمم. به تعبیری دیگه صورتبندی دکارتی اینجا یه صورتبندی معرفت شناختیه. توجه فرمودید؟ پیش از این که درباره وجود و تعین خود و دیگران در هستی سراغ بگیره، از نحوه معرفت بخشی و چگونگی احراز معرفت از این که من که هستم در این دنیا داره سوال میکنه. به همین خاطرم من گفتم که میگه من آگاهی دارم که آگاهم، یعنی یه امر معرفت شناختی اولا، و بعد هم که مجرده، ابسترکته، یعنی از نظر او. و به همین خاطر مایند بادی دیستینکشن، چنان که حالا نوبت آتی خواهیم دید، اینقدر به نزد دکارت مهمه. حالا شما ممکنه بگید به درستی که خیلی از فیلسوفان ذهن امروزین رابطه میان ذهن و بدن رو مثل دکارت صورت بندی نمی کنن. کاملا. اما برای فهم سخنان او که میگید این مستلزم دور میشه، به این معنا فکر نکنم این ایراد بهش وارد باشه، چون از یک اس و اساس مجرد می آغازه و بعد مسئله صورت بندی معرفت شناختی داره اول. حالا انشالله بسته بیشتر این بماند برای نوبت آتی. خب خیلی ممنون از مشارکت دوستان. انشالله جلسه بعد، چنان که عرض کردم، این
بحث رو پی میگیریم و ثنویت دکارتی و پاره دیگر از مضامین فلسفه او رو به بحث میگذاریم تا بعد به سراغ کتاب دکارت نوشته کاتینگهام برویم. ممنون از محبت و مشارکت و عنایت دوستان. تا هفته بعد عزیزان رو همه به خدا می سپارم. سلامت باشید. بله ممنون که استاد. این چیزو من اصلا که داشت